before I went home. Before I went home. Home یعنی خانه. Went گذشته go یعنی رفتن در گذشته. Before یعنی قبل از. Before I went home یعنی قبل از اینکه من به خانه بروم. Before I went home. Before I went home. You are a pain in the neck. You are a pain in the neck. Neck یعنی گردن. Pain یعنی درد. You are a pain in the neck. معنی لغویش میشه تو یک درد در گردن هستی. اما این عبارت اصطلاحی است به معنی تو مایه دردسر هستی. تو بلای جان هستی. You are a pain in the neck. You are a pain in the neck. Pass me the fork. Pass me the fork. Fork یعنی چنگال. Pass me یعنی پاس بده به من. بده بیاد برای من. Pass me the fork یعنی اون چنگالو بده بیاد. Pass me the fork. Pass me the fork. Pencil sharpener. Pencil sharpener. Sharp یعنی تیز و دقیق. Sharpener یعنی تیز کننده. Pencil یعنی مداد. Pencil sharpener یعنی مداد تراش. Pencil sharpener. Pencil sharpener. Piece of advice. Piece of advice. Advice یعنی نصیحت کردن و در اینجا در حالت اسمی یعنی نصیحت. Piece یعنی یک تکه. Piece of advice یعنی پاره ای از نصایح. Piece of advice. Piece of advice. Plan is cancelled. Plan is cancelled. Cancel همطور که میدونید یعنی کنسل شدن یا کنسل کردن. Cancelled یعنی کنسل شده. Plan یعنی برنامه یا اون پلانی که وجود داشته. Plan is cancelled در حالت پسیو و مجهول به کار رفته یعنی برنامه کنسل شده. مشخص نیست کی کنسلش کرده ولی plan is cancelled. برنامه کنسل شده. Plan is cancelled. Plan is cancelled. Please be seated. Please be seated. Sit یعنی نشستن. Seated یعنی نشسته. Please و نه please چون اولش بین پی و ال صدایی وجود نداره. Please be seated یعنی لطفاً در وضعیت نشسته باشید. مثلا ممکنه شما پرواز با هواپیما داشته باشید و خلبان به شما بگه که Please be seated یعنی در وضعیت نشسته بمونید. Please be seated. Please be seated. Please don't cry. Please don't cry. Cry یعنی گریه کردن. Don't cry یعنی گریه نکن. Please don't cry یعنی لطفاً یا خواهش میکنم گریه نکن. در مورد تلفظ cry دوستان دقت داشته باشید. نگفتم کرای. Cry بین سی و آر صدایی وجود نداره. ما هم صدایی اضافه نمی کنیم. Please don't cry. Please don't cry. Please yourself. Please yourself. yourself یعنی مال خودت. Please yourself یعنی لطفاً خودت. هر کاری که میخوای انجام بده یعنی خودت انجامش بده. Please yourself. Please yourself. Poor little baby. Poor little baby. Baby یعنی بچه. Little یعنی کوچولو. Poor یعنی فقیر. اما در اینجا به معنی بیچاره استفاده میشه. Poor little baby یعنی بچه کوچولوی بیچاره. Poor little baby. Poor little baby. Purify the soul. Purify the soul. Soul یعنی روح. Purify یعنی تصفیه کردن، صیقل دادن. Purify the soul یعنی اون روح رو که داره اشاره میکنه به روح طرف. یعنی روحت رو تصفیه کن. Purify the soul. Purify the soul. Put it on my tab. Put it on my tab. Tab یعنی برگه. قدیم بهش میگفتن چوب خط. My tab یعنی برگه من، صورت حساب من، چوب خط من. Put یعنی قرار دادن. Put it. ایتش اشاره میکنه به اون موضوعی که گوینده داره در موردش صحبت میکنه. Put it on my tab یعنی بذارش به حساب من، بزن به حساب من. Put it on my tab. Put it on my tab. Quite a few came. Quite a few came. Came گذشته کام یعنی آمدن در گذشته. A few یعنی کمی. Quite a few یعنی مقدار زیادی. این عبارتی است که بسیار در انگلیسی استفاده میشه. A few یعنی اندک، اما quite a few یعنی تعداد زیادی، مقدار زیادی. Quite a few came یعنی تعداد زیادی آمدند. اینجا اشاره میکنه مثلا به مردم. Quite a few came یعنی افراد زیادی یا مردم زیادی آمدند. Quite a few came. Quite a few came. Really worth it? Really worth it. Really یعنی واقعاً. Worth یعنی ارزش داشتن. It اشاره میکنه به اون چیز یا به اون کار. Really worth it یعنی واقعاً ارزشش رو داره. Really worth it. Really worth it. Rear view mirror. Rear view mirror. Mirror یعنی آینه. View یعنی دیدن. Rear یعنی پشت سر. Rear view mirror یعنی آینه‌ای که در ماشین قرار داره برای اینکه شما بتونید پشت سرتون رو ببینید. Rear view mirror. Rear view mirror. Not lately. Not lately. Late یعنی دیر. Lately یعنی اخیراً. Not lately یعنی این اواخر نه. Not lately. Not lately. Reckless abandon. Reckless abandon. Reckless یعنی نترس و جسور. Reckless abandon یعنی بی‌پروا و بدون در نظر گرفتن عواقب. Reckless abandon. Reckless abandon. saddle with debt. saddle with debt. debt همطور که میبینید بیش خونده نمیشه. یعنی قرض و بدهی. with یعنی با. saddle یعنی زیر بار چیزی بودن. saddle with debt یعنی در بدهی سنگینی بودن یا زیر بار قرض بودن. saddle with debt. saddle with debt. See you tomorrow. See you tomorrow. tomorrow یعنی فردا. see یعنی دیدن. see you tomorrow یعنی فردا میبینمت. یه عبارتی است که در خداحافظی ها استفاده میشه. see you tomorrow فردا میبینمت. see you tomorrow. see you tomorrow. So Tara left Maury. So Tara left Maury. Maury و تارا اسم خاص هستن. left گذشته leave یعنی ترک کردن. so یعنی پس. بنابراین so Tara left Maury یعنی پس تارا موری را ترک کرد. so Tara left Maury. So Tara left Maury. Serves him right. Serves him right. serve یعنی خدمت کردن. serves در حالت سوم شخص اومده. serves him right یعنی اون اتفاقی که افتاد خدمت کرد بهش، که خیلی ساده در فارسی میگیم حقشه، سزاوارشه. این چیزی که سرش اومده serves him right یعنی حقشه. serves him right. serves him right. It beats me. It beats me. It beats me یک عبارت یا اصطلاحی است به معنی که دلیل اون کار رو نمیفهمم، جریان و ماجراش رو متوجه نمیشم. It beats me. It beats me. It goes without saying. It goes without saying. saying یعنی گفتن. without یعنی بدونه. it goes یعنی اون میره، اون جریان داره. it goes without saying یک عبارت و اصطلاح هست، یعنی اینکه این ماجرا کاملا مشخصه، کاملا قابل فهمه، یه چیز منطقیه. it goes without saying. It goes without saying. It stands to reason. It stands to reason. reason یعنی دلیل. stand یعنی ایستادن. stands اسش برای سوم شخص و برای اشاره به it استفاده شده. it stands to reason عبارتی است به معنی انتظاری غیر از آن نمیره، کاملا قابل انتظار، قابل پیش بینی که همچین اتفاقی بیفته. it stands to reason. it stands to reason. She packed a bag. She packed a bag. bag یعنی کیف. pack یعنی پک کردن یا جمع و جور کردن. packed در زمان گذشته اتفاق افتاده. she packed یعنی او جمع و جور کرد. she packed a bag یعنی او وسایلش را در یک کیف جمع و جور کرد، پکشون کرد. she packed a bag. she packed a bag. She was offended. She was offended. Offend یعنی توهین کردن یا رنجیده خاطر شدن. در اینجا offended یعنی رنجیده خاطر شده یا توهین شده به فردی. She was offended یعنی او رنجیده خاطر شد، او ناراحت شد، احساس کرد بهش توهین شده. She was offended. She was offended. She winked at me. She winked at me. At me یعنی به من. Wink یعنی چشمک زدن یا پلک روی پلک گذاشتن. Winked در زمان گذشته اتفاق افتاده یعنی چشمک زد. She winked at me یعنی او به من چشمک زد. She winked at me. She winked at me. She is an airhead. She is an airhead. Airhead کلمه ترکیبی است از ترکیب دو کلمه head به معنی سر و air هوا. Airhead یعنی فردی که دیوانه است. سر به هوا هم تو فارسی میگیم، یه مقدار نزدیک به این کلمه، ولی airhead یعنی دیوانه. An airhead آرتیکل an به این دلیل به کار رفته که بعدش حرف اول کلمه airhead صداداره. She is an airhead یعنی او یک دیوانه است. She is an airhead. She is an airhead. Shoot the breeze. Shoot the breeze. Shoot the breeze یک اصطلاح هست به معنی اختلاط کردن یا گپ زدن در مورد موضوعات بی اهمیت. Shoot the breeze. Shoot the breeze. Shut that drawer. Shut that drawer. Drawer یعنی کشو، that یعنی آن اشاره به دور، shut یعنی بستن. Shut that drawer یعنی اون کشو رو ببند. Shut that drawer. Shut that drawer. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Fuck up کلمه بی‌ادبی است یعنی خفه‌خون بگیر. Shut یعنی بستن. Shut the fuck up یک اصطلاح عامیانه و البته بی‌ادبی است یعنی خفه‌خون بگیر. تأکید و بی‌ادبی خاصی در این کلمه وجود داره، باید حواستون باشه، هر جایی نمیتونید استفاده بکنید. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Shut the hell up. Shut the hell up. Hell یعنی جهنم. Shut یعنی بستن. Shut the hell up با لحن بسیار بی‌ادبی یعنی خفه شد، دهنتو ببند. Shut the hell up. Shut the hell up. Shut your mouth. Shut your mouth. Mouth یعنی دهان. Your mouth یعنی دهانت. Shut یعنی بستن. Shut your mouth یعنی دهنت رو ببند، خفه شو. Shut your mouth. Shut your mouth.